سلام به یکی دیگر از اخبار ناب کانال رنگارنگ خوش آمدید کانال خودتان را سابسکرایب کنید و از بهترین های روز در افغانستان و جهان بهرمند گردید خبر عاجل و تکان دهنده حمله بم بر یک پوسه نیروهای امنیتی در میدان وردک دفتر مطبوعاتی والی میدان وردک میگوید که بامداد امروز بر یک پاسگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی سیدآباد این ولایت حمله ای موتربم صورت گرفته است به گزارش سپوتینیک به نقل از نیوز محب شریف زوی سخنگوی والی میدان وردک امروز پنشن به نوزده سرطان گفت که بام داده امروز بر یک پوسته نیروهای امنیتی در ولسوالی سعید آباد این ولایت حمله موتر به هم صورت گرفته است. آقای شریف زوی افزوده که تا کنون درباره تلفات و خسارات این حمله گزارشی در دست نیست. ساختمان ولسوالی و مرکز فرماندهی پلیس ولسوالی شوالی کوت ولایت کندهار بامداد دیروز چهارشن بجده سرطان هدف یک حمله موتر بمب گذاری شده طالبان قرار گفت که مقامهای محلی میگویند که در این حمله سه پلیس و چهارده نفر دیگر به شمول نظامیان و غیر نظامیان زخم برداشته است این در حالی است که همزمان با برگزاری نشست های برای کسب اجماعی منطقه‌ای و بین المللی میزان به اعتمادی میان حکومت به طالبان بیشتر شده و دو طرف همدیگر را بر نداشتن اراده برای برقراری صلح متهم می کنند. حکومت در تازه ترین گیری تصریح کرده که اگر جنگ طالبان ادامه یابد روند صلح بابون بست روبرو می شود. به گفته مقامات طالبان اداره اراده صلح ندارند و این روند نیز متحد نیست زیرا به باور آنان این گروه هنوز نتوانسته که با برقراری آتش بس یا کاهش خشونت ها زمینه را برای رفتن به مذاکرات بین الافغانی و سرانجام رهایی زندانیان فراهم سازد طالبان اما پیش از صحبت روی کاهش خشونت های خواستار رهایی کامل زندانیان شده اند و معتقدند که برقراری آتش بس با حکومت نیازمند یک گفتگو و توافق جداگانه است این گروه ادعا میکند کند که حکومت در حال حاضر برای برقراری صلح در کشور اراده ندارد و تلاش می کند که موانع را فرار راه این روند ایجاد کند. به این ترتیب اختلاف دو طرف در حال حاضر روی ارجیحیت زمانی گزینه های کاهش خشونت ها و رهایی زندانیان بوده است. زیرا حکومت خواستار کاهش خشونت ها بیش از رهایی زندانیان است. اما طالبان رهایی زندانیان را ترجیح داده و کاهش خشونت یا برقراری آتش بس را گام بعدی می دانن. بیشتر فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به دو طرف هشدار داده است که حلقاتی در پی تخریب روند صلح هستند و نیاز از مذاکرات بین الافغانی هر چه زودتر آغاز شود. حدود چهار ماه از موعد تعیین شده برای آغاز مذاکرات بین الافغانی میگذرد دو طرف اما هنوز موفق نشده اند که روی آغاز این مذاکرات به توافق برسند موقف های اخیر و حکومت و طالبان نشان می دهد که آغاز مذاکرات بین الافغانی به بحث های برقراری آتش بس یا کاهش خشونت ها و رهایی زندانیان مرتبط بوده اما دو طرف تا کنون روی ارجحیت زمانی این دو گزینه به توافق دست اند که به ادامه این روند منجر شود محمد اشرف غنی رئیس جمهور روز دوشنبه 16 همه سرطان در نشست تقویت اجماعی منطقی سول گفت که طالبان سطح خشونت ها را بلند نگه داشته اند و اگر جنگ این گروه ادامه یابد روند صلح در کشور با چالش های جدی روبرو خواهد شد وای در ادامه تصریح کرده که طالبان با وجود ادامه روند تبادله زندانیان خشونت هایشان را افزایش داده که اجماع صلح را می می‌سازد حکومت در حالی در مورد عدم تعهد طالبان به روند صلح سخن میگویند که روند رهایی زندانیان نیز پرچالش دنبال شده است پیشتر منابع در حکومت گفته بودند که 597 زندانی طالب بنا برداشتن موضع حق العبدی در دوسیه هایشان از زندان آزاد نخواهد شد با این همه تصمیم نهایی ارگ پیرامون رهایی زندانیان طالب هنوز همگانی نشده است صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری روز دوشنبه به شانزه سرطان در نشست خبریش گفت که مهم است تا ارگ بداند اقدام بعدی طالبان چه است زیرا به باور وی این گروه به درخواست مردم و جامعه مدنی پیرامون کاهش خشونت ها و آغاز مذاکرات پاسخ مثبت نداده اند وای افزوده که احتمال دارد شمار زندانیان آزاد شده به آن حدی برسد که طالبان خواستار رهایی آنان اند اما به گفته وی نیاز است که به جای اشخاص روی ارقام تمرکز شده شورای امنیت ملی نیز میگوید که خشونت گروه طالبان در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته که نشان می دهد این گروه اراده صلح ندارد. جاوید فیصل سخنگوی این شورا روز سهشنبه هفدهم سرطان به روزنامه اشت و صبح گفت که طالبان حمله بر نظامیان آمریکایی را متوقف کرده اما میزان حملاتشان بر نیروهای امنیتی شهروندان و زیربناها را افزایش دادهاند و ای تصریح کرد که سطح خشونت کنونی در مقایسه با سال گذشته بیشتر شده و طالبان در این جریان بگونه مداوم دست به حملات زنده زده اند. به گفته یه سخنگوی شورای امنیت ملی ادامه جنگ بیانگر صلح نیست و طالبان اگر اراده پیوستن به این روند را دارند باید آتش بس را برقرار سازند تا آینده صلح و تحرکات گروه های دیگر تشخیص شود و این ترتیب به نظر می رسد که ارگ پیش از تصمیم گیری در مورد زندانیان باقی مانده ای طالب خواهان کاهش خشونت ها در کشور است. طالبان اما پیش از صحبت ها روی کاهش خشونت ها و برقراری آتش بس خواستار رهایی کامل زندانیانشان اند. این گروه معتقد است که گروه همه حکومت ها باید همه زندانیان تبادله کنند و سپس روی میز مذاکره برای برقراری آتش بس گفتگو شود. زبی الله مجاهد سخنگوی این گروه به روزنامه اشت صبح ادعا می کند که حکومت با توجه به موقف گیری های اخیر اراده صلح ندارد و تلاش می کند که چالش های راه آغاز مذاکرات را بیشتر سازد و ای تصریح کرد که این گروه در توافق نامی صلح دوها تنها بر آتش بس با آمریکا تو... به توافق رسیده و در آن طالبان مکلف نشدند که حملاتشان را بر مراجع حکومتی را پایان ببخشد. به گفته ای سخنگوی گروه طالبان این گروه بر اساس توافقات با آمریکا تنها هفت روز خشونت ها را کاهش داد و اگر حکومت خواهان برقراری آتش بس از باید پیرامون آن در یک نشست دیگر بحث و توافق شود این گروه اما تصریح می کند که حملات انتحاری و انفجاری های بزرگ در شهرها را پایان بخشیده و تلاش ها برای سقوط ولسوالی ها را تنها برای نشان دادن حسنینیت متوقف کرده اند. زبی الله مجاهد تصریح کرد که خشونت های کنونی برخاسته از تحرکات و حکومت است و این گروه در چنین مواقع جز جنگ و شدت دادن آن گزینه دیگری را در اختیار ندارد. موقف گیری تند دو طرف در روزهای اخیر نشان می دهد که نقطه اختلاف میان حکومت و طالبان بحث ارجیت زمانی میان کاهش خشونت ها و زندانیان است. حکومت میگوید که اول باید خشونت ها از سوی طالبان کاهش یابد تا زمینه برای آغاز مذاکرات و حل چالش ها از جمله رهایی زندانیان فراهم شود طالبان اما معتقدند که نیاز است که حکومت اول تر تبادله زندانیان را تکمیل کرده و دو طرف سپس در گفتگوها روی کاهش و خشونت ها یا برقراری آتش بس به توافق برسند بحث ها روی این دو مورد تا کنون ادامه یافته و دو طرف حتی هم دیگر را به نداشتن اراده برای برقراری صلح متهم کرده اند. این در حالی است که تا کنون حدود 4019 زندانی طالب و حدود 737 زندانی نیروهای امنیتی با هم تبادل شده اند. با این حال اما حکومت متقد است که افغانستان خونین ترین روزهای جنگ را سپری می کند. این نکته اختلافی در روزهای اخیر در حالی برجسته و چالش زا می شود که نگرانی ها از برگشت زندانیان آزاد شده ای طالب به میادین جنگ نیز بیشتر شده است. فضل مسلمیار رئیس مجلس سنا روز سشنبه در مجلس گفته است که برخی از جنگجویان گروه طالب پس از رهایی به سنگرهایشان بازگشتند و افزود افزوده که مواقف موافق برای زندانیان نیست. اما همزمان با آن های زندانیان به زندگی عادیشان باز میگردند نیز مخالفت ندارد این در حالی است که مقامات در لغمان روز دوشنبه شانزدهم سرطان تایید کردند که یک جنگجوی طالب به نام قاری روح در حملات نیروهای امنیتی زخمی شده است که به گفته مسئولان این فرد حدود یک ما پیش از زندان آزاد شده اما دوباره به میدان جنگ بازگشت گروه طالبان اما این مورد را رد می کند. و زیرا به باور آن این گروه زندانیان آزاد شده طالب نزدیک میسونی زندانیان طالب توافق دارند که دوباره به میدان جنگ باز نگردند حکومت و طالبان در حال یک دیگر را بر نداشتن اراده برای سال متهم می کنند که نشست ها برای کسب به اجماع منطقه و بین همچون همچنان ادامه یافته است. کابل روز سشن محور نشست سجانبه افغانستان پاکستان و چین بود که در آن برکاهش خشونت ها و آغاز مذاکرات بین الافغانی تأکید شد. با سپاس از این که تا پایان ویدیو ما را همراهی کردید برای دریافت بهترین ویدیوهای روز از افغانستان و جهان بیننده ی کانال خودتان رنگا رنگ باشید و کانال خودتان را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار بدهید تا ویدیوی بعد پدروت